کمربند سبز، مجموعه برنامه‌هایی از گروه ادب امروز. تهیه کننده بیژن مقدسی. یک شعر و یک شاعر. نویسنده حسین منزوی. صدای تو از روز و ابریشم و شیر، چو روزی که از کوه ریزد، چو ابریشم گیسوانی که وحشیست همچون صدایت، چو شیری که در زردی عصر چوپان بدوشد بنوشد. صدای تو تلفیقی از خوبی و رنج، ترکیبی از غربت و غم. صدای تو صحراست، سحر است، سحرسان رسا و پریده، بلند و رمیده، چو روز و چو آهو. صدای تو نی را دهان است، صدای تو انکار نی، نفی غربت، سراغاز خلق جهان است. از این کوه تا دره زیستنگاه آهو، پلی بستم بی نهایت برای عبور صدایت. چه خوب است آهو نلغزد، چه خوب است ابریشم پل نلرزد. الا ای همه کفترانی که پروازتان زیر و بالای رنگین کمان است، صدایش جوان است. اگر سبز و زیباست دره، همه سنگ خاراست دره. خدا را عبور شما هن مباد از پل بسته باشد، که ترسم صدا خسته باشد. این بار به سراغ شاعری جوان از معاصران می رویم، شاعری که هنوز دفتری از آثارش را به چاپ نسپرده، نامی دارد در خور شعرش که گاه در فرازهای شیرینی پرواز می کند. نامش محمد مالمیر است و در دو سه سال اخیر شاهد شکفتن شعرش بوده ایم. که پلی بستم تا صدایت میتواند شاهدی باشد بر مدعای ما. این شعری است که در خود به ظرفیت‌های تازه‌ای از زبان دست می‌یابد. تغزل شاعر
چون رودخانه‌ای در بند بند شعر جاری است. مخاطب معشوق است و آغاز این خطاب یادآور شعر معروفی از شاعری نام‌آورتر، شعری از سهراب سپهری که آن هم از صدا و در خطاب با معشوق آغاز می شود. صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید. آنچه این شباهت را بیشتر می کند یکسانی وزن هر دو شعر است. شعر مالمیر نیز با فعولون آغاز می شود، با این تفاوت که نخستین مصرع شعر سپهری فعولون فعول است و مصرع آغازین شعر مالمیر فعولون 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 فعولون. صدای تو از روز و ابریشم و شیر، چو روزی که از کوه ریزد، چو ابریشم گیسوانی که وحشیست همچون صدایت، چو شیری که در زردی عصر چوپان بدوشد بنوشد. سخن از وصف صدای معشوق است، صدایی از روز و ابریشم و شیر. روز نشانه روشنایی، ابریشم نشانه نرمی و لطف و شیر نشانه گرمی و گوارایی. صدای دوست از این هر سه نصیبی دارد، روشن و نرم و لطیف و گواراست. شاعر سپس به توضیح واژه های اصلی برمیخیزد. صدای معشوق چون روز است و کدام روز؟ روزی که از کوه میریزد و شب را از دره میتاراند و با خود بارهای عطر و روشنی و خنکای نسیم را می آفرد. صدای معشوق چون ابریشم است و کدام ابریشم؟ ابریشم وحشی گیسوانی که باید از آن خود معشوق بوده باشد که صدایش نیز وحشی است. صدای معشوق چون شیر است و کدام شیر؟ شیری که چوپان در زردی عصر می دوشد و می نوشد، شیری گرم و گوارا، تازه و مطبوع، راست چون صدای دوست. پاره دوم نیز شاعر همچنان صدا را وصف می کند، صدایی که آمیخته ای از خوبی و رنج و غربت و غم است. صحرا نیز چنین صفاتی دارد و به همین سبب صدای معشوق را عاشق صحرا نامیده است. صحرا که خوب است و پر رنج است، غمناک است و غربت آلود. آیا سحر نیز از دیدگاه شاعر دارای چنان خصلت‌هایی است که در کنار صحرا آمده، یا آنکه قصد فقط ایجاد نوعی موسیقی اصوات در این مصرع‌های پی در پی بوده است؟ صدای سادها و سینها در صدا، صحرا، سحر، سحرسان و رسا این موسیقی را به نحو دلخواهی ایجاد می‌کند. شاعر صدای معشوق را به سحر نیز مانند می‌کند که این هر دو رسا و پریدند. آیا رنگ پریدگی سحر مراد بوده است؟ رابطه بعدی که برقرار می شود میان صداست و روز و آهو، با دو صفت بلند که به روز باز می گردد و رمیده که به آهو. در پاره سوم صدا دهان نی است، دهان آواز خان نی که بی آن نی را صدایی نخواهد بود. این پاره از شعر یادآور آغاز مثنوی است و تأثیر نفس مولانا را بر خود گواهی می کند.
گذشته از ترکیب دهان نی که میتواند برگرفته از مصراع دو دهان داریم گویا همچون نی بوده باشد، مسئله غربت نی نیز تأثری را از نی آغاز مثنوی نشان میدهد که میدانیم آن نی غریب از نیستان دور افتاده است که مدام جدایی را مینوازد. و اینجا در شعر مالمیر نی از صدای معشوق است که آواز دارد و صدای او چنان زیبا، چنان مهربان و چنان صمیمی است که غربت را انکار می کند و غربت نی در آغاز نبوده است و بعد است که نی از نیستان دور می افتد. صدای معشوق صدایی از اعماق آن روزهای خالی از غربت است، روزهای آغاز خلقت جهان، صدای بدوی و ازلی که چون تنین می افکند نفس غربت را، نی را حتی انکار می کند. از آن که در سه پاره از شعر صدای معشوق را وصف می کند و می شناساند، در پاره چهارم به سخن اصلی می رسد. او پلی بسته است تا صدای معشوق را از کوهی تا دره ای عبور دهد. دره زیستنگاه آهوست و آهو در پاره قبلی دیدیم که همان صدای معشوق است. صدا به زیستنگاه خود باز می گردد که شاید گوش شاعر است و شاید ذره ها و جان و هستی شاعر، و شاعر پل بسته است تا صدا بگذرد، پلی بی نهایت شاید از گیسوان وحشی معشوق ابریشم و شاید از صدای خود. شاعر آرزو می کند که صدا از این پل به سلامت بگذرد، دعا می کند که ابریشم نلرزد و آهو نلغزد. تکرار بعضی واژه ها که هر یک در حاله ای از معانی خفتند شکل درونی شعر را تکوین می بخشد و تشکل می دهد. ابریشم و آهو و روز از آن واژه های مکررند که می چرخند و شکل دایره ی شعر را می سازند. در آخرین پاره از شعر شاعر در خطاب با کبوتران می گوید که صدای معشوق جوان است و تاب سنگینی بسیار ندارد، مبادا که بخواهند از پل بسته صدا بگذرند که این صدای جوان شاید خسته هم بوده باشد. دره هرچند سبز و زیبا اما پر از سنگ خاراست و سقوط در آن از پل وحشتناک. به نظر می رسد که شاعر حتی کبوتران را سنگین تر از آن می داند که بر پل ظریف و شکننده صدای معشوق فرود آیند. شاید هم این پلی انحصاری است و همه، حتی کبوتران، در آن غریبه هایی که باید رانده و تارانده شوند. صدا از پل خواهد گذشت تا شاعر را به سرودن شعری زیبا صله‌ای یگانه عطا کند. دوستان و دوستداران عزیز برنامه یک شعر و یک شاعر سلام. امشب گفتگویی خواهیم داشت با آقای محمد مالمیر،
شاعر شعر پلی بستم تا صدایت که در آغاز برنامه شعر رو شنیدید و همچنین حرف و حدیثی را که ما در مورد شعر داشتیم. قبل از اینکه گفتگو را با آقای مالمیر شروع بکنم ازشون تشکر میکنم. آقای مالمیر، از اینجا این پرسش و پاسخ را آغاز میکنم که اگر یادتون هست بگید از کی از چه سالی شعر میگید؟ خیلی ممنونم ازتون. در وهله اول که منو به عنوان شاعر انتخابیتون در برنامه آوردین که کفی بزنیم، صحبت کنیم در مورد شعر و شاعری و احیانا شعر خود. دقیقا نمیتونم بگم از چه زمانی شعر گفتم، چون تاریخ معینی نداره، یعنی فکر نمیکنم شاعر دیگه بتونه تاریخ دقیقی بگه، ولی شروع کردم به چاپ اشعارم در مجلات و جنگ‌های مختلف اینا و قالبشم فکر کنم از چهارپاره و دو بیتی و مثنوی و قالبای آزاد نیمایی بود که من شروع کردم و برام مهم نبود که در چه قالبی شعر میگم، بلکه حرفم مهم بود، یعنی چی گفتن برام مهمتر از در چه قالبی گفتن یا چطور گفتن بود به این صورت. خب شما به یک سوال من هم بدون این که بپرسم جواب دادید، ولی به طور دقیق‌تر میخوام یه مقدار دیگه اضافه بر اون چه گفتید بهمون بگید که شعرتون اگر تحولی پذیرفته در این سالها که حتما پذیرفته، این تحول رو چه چیز یا چه چیزهایی باعث شدند و مسیر حرکت این تحول از کجاها بوده و از کدام معبر یا معبرها شما عبور کرده شعرتون از آغاز تا امروز که در کیفیت امروزش خودش رو به این شکل نشون بده؟ بله، من به نوآوری بیش از حد اهمیت میدادم از همون اوان کارم، درست به یاد دارم، سعی میکردم همیشه شعری که میگم یک چیز نوعی درش موجود باشه که در شعر شاعری دیگه شاعر همسن و سال من البته نباشه و سعی کردم از کلماتی که سیغل خورده، ساییده شده و به اصطلاح پوسیده شده کمتر استفاده کنم و بیشتر علاقه داشتم ترکیبات و واژه‌های نوعی رو که شاعرهای دیگه با شجاعت کمتری به طرف اونا میرن و انتخاب میکنن به کار ببندم. دیگه اعتقاد داشتم بعضی از صنایع شعر کلاسیک بوده، شعر سنتی ما که شاعرای دیگه مردود میدونستن، یعنی اونا رو به کار نمیبردن، ولی من با به کار گرفتن بعضی از این صنایع مثلا تجنیس کامل، ترسی یا مبالغه های شاعرانه دیگه و بعضی از صنایع از اینا در قالب نیمایی استفاده کردم و با حرفایی که نیما در کتاب همسایه زده بود، یادداشت‌هاش، اینا رو درست در مورد اشعارم به کار می‌گرفتم و فکر می‌کردم که برای بهبود شعرم، والای شعرم مهمه. دیگه به موسیقی کلام و فرم بیش از حد اهمیت دادم، یعنی در چند سال پیش که ناخودآگاه بود و این اهمیت دادن به صورت خیلی مبالغه آمیزی جلوه میکرد که من یه مقداری دور شدم از اون و سعی کردم فرم شعرم و صنایعی که به کار میبرم به صورت بسیار طبیعی درش موجود باشه، اینا تو ذوق نزنه به اصطلاح. آقای مالمیر، متشکرم از جوابی دادید، هرچند که من یک توضیحی دارم بر این پاسخ شما که خب حتما شنوندگان ما متوجه شدن که قصد شما از باز گفتن این مسائلی که در شعرتون به کار گرفتید این نبوده که بگید شما نخستین کسی بودید در شعر معاصر احیانا که اینا رو به کار گرفتید، چرا که میدونیم از شاعران خوب معاصر ما داریم چند نفری که با پیوستگی عمیق به شعر کهن این گونه ارزش های شعر کهن رو که هنوز هم میتونه ارزشمند باشه در شعر امروز و در شعر خودشون به کار گرفتن و خب شما همونطور که گفتید این چیزها در شعرتون هست و
به خوبی هم هست که حرفی درش نیست. اما در مورد شعر پلی بستم تا صدایت، شعر برنامه امشب برامون صحبت بکنی. بله، این شعری بود که دقیقا من 4 ماه پیش سرودم و ناخودآگاه داره یه مضمون کاملیه. البته من به مضمون سازی اعتقاد ندارم، ولی خب بعضی از اشعارم هست که داره مضمونی یک پارچه و یک دسته که این شعرم جزو اون دسته از اشعاره. شعریست به این صورت که شاعر کاراکتر اصلی این شعره، به صورت تکگویی‌های درونی داره با خودش صحبت میکنه در مورد معشوقش و صدای اون که هستی و کل زندگی این شاعر رو تشکیل میده. شعر با توصیف‌ها و وصف‌های ساده شروع میشه و میرسه به اون قسمتی که شاعر میخواد برای عبور این صدا از دره پلی ببنده از ابریشم که این صدا عبور کنه از اون و به گوش شاعر برسه. اما ترس و هول زیادی این شاعر رو به اصطلاح فرا میگیره، میگه مبادا کبوترانی که در هوا از زیر و بالای رنگ کمان عبور میکنن این پل ابریشمین رو اشتباه بگیرن و باعث بشن با پروازشون این پل ابریشمین قطع بشه و صدا به گوش شاعر نرسه و احیانا در دره سقوط کنه نابود بشه. کبوتر اینجاست، میدونیم که در شعر سمبول عمومی داریم، سمبول خصوصی یا سمبول منفی و مثبت. کبوتر معمولا یه سمبول خوب و مثبتیه، هم در شعر کلاسیک هم در شعر امروز، علامت پاکی و چیزای دیگه. در این شعر یه نمود زشت پیدا کرده، یعنی اگر این کبوتر از پل عبور کنه و پل ابریشمین رو قطع کنه باعث میشه که به سلون هستی و زندگی شاعر فنا پشه، نابود بشه، چرا که صدا در دره سقوط میکنه و این دره اگرچه سبز و زیباست از سنگ خارا درست شده. دیگه من به موسیقی کلامی بیش از حد اهمیت دادم در این شعر و همچنین به ترکیبات و تشبیهاتی که اومده، و اگه دقت کرده باشیم شعر رو بخونیم نه اینکه بشنویم با یک بار، متوجه میشیم که هیچ تشبیهی اضافه نیست و برای هر کلمه یک شناسنامه میتونم ارائه بدم. مثلا صفت روز با صفت شیر و همچنین صفت سحر با صفت آهو، اینا مشترکه. روز سفید بلند، سحرم سفید و طولانیه. سحر رسا و پرید رنگ، آهو و روزم به همین ترتیب. و دیگه برگشتی که من در پایان شعر به آغاز شعر کردم، این هرچند که ناخودآگاه بوده اینا، اما خودم متوجه شدم که یه برگشت به صورت یه صنعت خیلی جالب، یه صفت مثبت برای این شعر در اومده. یعنی مثلا کلماتی که در این شعر اومده تماما با یکدیگر یک ارتباط درونی و بیرونی دارن اینا. مثلا کلمه چوپان با شیر، با عصر و همینطور دره، کوه، نی، آهو، اینا یک ارتباط درونی با یکدیگر دارن و به صورت فرشی که تار و بودش در یکدیگر بافته شده در اومدن. یعنی یک تشکل کاملی دارن این کلمات که میتونی جز به نقاط مثبت این شعر بسیار. در واقع این تشکل رو منتقل میکنن به شعر و باعث میشن که این شعر یک شعر متشکل و یک پارچه ای باشه. از شما متشکرم آقای مالمیر. خواهش میکنم شعر رو برامون بخونید، شعر پلی بستم تا صدایت رو. خیلی ممنونم. چشم. این شعر همونطوری که گفتیم اسمش از پلی بستم تا صدایت. صدای تو از روز و ابریشم و شیر، چو روزی که از کوه ریزد، چو ابریشم گیسوانی که وحشیست همچون صدایت، چو شیری که در زردی عصر چوپان بدوشد بنوشد. صدای تو تلفیقی از خوبی و رنج،
ترکیبی از غربت و غم. صدای تو صحراست، سحر است، سحرسان رسا و پریده، بلند و رمیده چو روز و چاهو. صدای تو نی را دهان است، صدای تو انکار نی، نفی غربت، سرآغاز خلق جهان است. از این کوه تا دره زیستنگاه آهو، پلی بستم بی نهایت برای عبور صدایت. چه خوب است آهو نلغزد، چه خوب است ابریشم پل نلرزد. الا ای همه کفترانی که پروازتان زیر بالای رنگین کمان است، صدایش جوان است. اگر سبز و زیباست دره، همه سنگ خاراست دره. خدا را عبور شما آن مباد از پل بسته باشد، چه ترسم صدا خسته باشد.